شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. منم به شما و شنوندگانتون سلام های گرم و درود های صمیمانه رو نسبت به تک تک اونها میکنم. نام نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم باز هم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر. به هر حال گزارش هایی که در هفته های اخیر داشتیم و خیلی واقع ماها باید گفت اخیر، تاسفانه همیشه ما ناچار هستیم که بخشی از جنایت های رژیم ولی فقیه رو به سمع شنوندگانتون برسونیم. بله، در آخرین مورد اون موضوعی که اخیراً جنجالی هست سر بحث موندن یا نموندن سعید مرتضوی در سمت خودش، همینطوری که میدونید این یکی از دادستان انقلاب بود، دادستان انقلاب استان تهران بود و در قتل روزنامه نگار ایرانی کانادایی زهرا کاظمی و قتل‌های مختلف، بی‌حرمتی و توهین به خانواده‌های زندانیان سیاسی و برخورد‌های شنیع و لومپن مآبانه فرد در اون دوران بود و اوج اون هم جنایت‌هایی که در طی قیام مردم ایران در سال 88 بود که تعدادی از جوانان یا دانشجویان رو به اردوگاه مرگ کهریزک فرستاد به دستور کتبی این فرد. البته متاسفانه پاکترین فرزندان این آب و خاک در اونجا در اون دخمه‌های وحشتناک تحت شکنجه‌های وحشیانه و ددمنشانه رژیم ولی فقیه، به خصوص فرماندهانش مثل احمد رادان، خانچرنی و سایر کسان دیگه که منجر به جان باختن تعدادی از اونها شد و از جمله محسن امینی، روح الامینی، آقای بله روح الامینی، روح الامینی بله، و خب دو نفر از دانشجوهای دیگه که هر ستاشون دانشجو بودن در اونجا در اثر شکنجه های وحشیانه و ضد بشری به قتل رسونده شدن. بله بله، محمد کامرانی، امیر جوادیفر، محسن روح الامینی، سه دانشجویی بودن که خبراشون تا حالا به دست هموطنان رسیده بود و اطلاعاتی که به دست مردم رسیده دقیقا تا امروز معلوم نیست که چه کسانی بیشتر بودند، که حتما در آینده روشن خواهد شد. در ضمن باید نام دکتر رامین پوراندرجانی، افسر پزشک وظیفه کهریزک که حاضر نشده بود، علت قتل ها رو همونطور که جنایتکارها میخواستند اعلام کنه، این جوان پزشک آذری ما رو خودکشی کردند. درودش باد و درودشان باد و ننگ ابدی بر این جنایتکاران همواره. بله، بعد اون روز تا به حال این پرونده ابتدا خود ولی فقیه وارد شد، علی خامنه‌ای، و خواست که به قول خودش مثل همیشه رسیدگی بشه و بعد از اون با گذشت زمان
و مرور آن سعی کرد که اون رو فروکش کنه و همانند جنایت‌های دیگرش مثل اجرای تیر و نقدی که در اونجا مرتکب شد را لوس کنه و به گذشته بسپاره. منتها خانواده ها و مردم و جنگ باندی که بینشون هست تا به حال نگذاشته که این مسئله خاموش بشه و هر از چنگاهی به خصوص در جنگ های باندی که بینشون هست بالا میگیره و مسئله سعید مرتضوی و یا اخراجش که اخیراً دادگاه اداری بود که اون رو از اون سمتی که داره خلع کرد، منتها شاهد اون بودیم که نماینده های مجلس یکی از اون نماینده ها اعلام کرد که اگر سعید، اگر به هر حال من این کلمات یادم نیست، منتها خوبیتش این بود که اگر سعید مرتضوی تو جریان اون قیام نمی بود یا اینها رو مورد محاکمه قرار بدیم باعث خواهد شد بقیه شکن بقیه کسا سوستر برخورد کنند و خب این لب مطلب و عین اون قضایاست. بله. که کسانی که تحت لوای دادستان و قاضی و شکنجیگر و غیره قرار میدن مأمورند که حکم صادر کنن، به قتل برسونن، شکنجه کنن. بله. اون هم به دستور و خواست و رضای ولی فقیه. و خب این مسئله ایه که بارها پیش اومده و بارها هم پرونده های اون به طرق مختلف فلواقع راکت شده. منتها از اونجایی که ولی فقیه خودش در شرایط بغرنگ قرار داره و قدرت پوشالیش رو از دست داده، دیگه مثل قبل اون توانایی رو نداره که چنین مواردی رو لاپوشانی کنه و فروکش کنه و نداره بقیه بانده ها بر اون جار و جنجار را بندازن. و خب این هنوز البته در مسند قوه قضاییه مثل رئیسی، مثل جعفری دولت آبادی و قاضی مرگ صلواتی و غیره، محمد مقیسه یا ناصریان در جرم و جنایت صدور احکام اعدام به جنایت‌های خودشون ادامه میدن، چون که بدون این ولی فقیه نمیتونه حاکمیت خودشو، حاکمیتی که پایش بر اعدام، شکنجه، خونریزی مبتنی است، حفظ کنه. و خب همه یادشون میاد که در 29 خرداد 88 خامنه اونجا پرده ها رو کنار زد و چهره کری خودش رو نمایان کرد و اونجا خودش شخصا از منبر نماز جمعه خودش دستور کشتار مردم ایران را صادر کرد. تا قبل سعی میکرد پشت صحنه بمونه و اونایی رو تحت عنوان قاضی و غیره که هستن اون اعمال پلید را ادامه بدن، ولی گاهن اون قیامها، اون اعتراضات گسترده ناچار کرد علی خامنه ای رو که نقاب از چهرش رو برداره و خودش وارد صحنه بشه و اون فرمان کشتار رو با زبان خودش صادر کنه. همچنین این البته خب به مواردیه که جنایتیه که جنایتهایی که صورت گرفته و جنایتکارانش بدون محاکمه و بازخواست آزادن و در جاهای مختلف به شکل‌های مختلف به جنایت‌های خودشون ادامه میدن. بله دقیقا. همچنین رژیم ولی‌فقیه سرکوب‌های خودش رو به طرق مختلف در ابعاد گسترده جامعه ادامه میده، از جمله اون یورش و منازل مردم برای تخریب وسایل دریافت امواج رادیویی یا ماهواره‌ای هست
و مغلوار حمله کردن و تصاویر اونها هم اینقدر وقیحانه است که در سایت ها و تلویزیون های خودش منتشر میکنه. اخیراً هم زمزمه هایی رو راه انداخته که قرار پلیسی رو بندازه که در واقع تحت عنوان این که کسانی که مواد غذایی یا مواد رو احتکار میکنن به خونهای مردم یورش ببرن و به هر حال شیوه سرکوب جدید خودش رو پیش ببره. میدونید که در این مدت، یعنی در مدت چند هفته اخیر و حتی ماه اخیر، اقلام یا قیمت اقلام مواد غذایی و سایر غیرها به طرز سرسام‌آوری به صورت تصاعدی رو به افزایشه و به جایی رسیده که مرغ 9000 تومان خرید و فروش میشد. بله. و خب جالب اینه که رژیمی که مدعی که نانو رو، تکنولوژی نانو رو داره، هسته‌ایش رو چیز هست، ولی عاجز از این که حداقل اقلام غذایی مورد نیاز و معیشتی مردم رو تأمین کنه. بله. و امام جمعه هاش به طرق مختلف وارد میشن و وریحانه اون آخوندها به مردم دستور میدن که نخورید، یا عطابای دوانویس اعتمار حوزه علمی قوم اعلام کردن که اون چنان هم گوشت مرغ فلواقه بلاد پزشکی نوع خودشون آسیب رسان هم هست. بله بله. و این موارد رژیمی که در معرض اعتراضات گسترده قرار گرفته، ما به شکل‌های مختلف شاهد اون هستیم، به خصوص در کارگران در نقاط مختلف مردم ایران، از یه طرف گران شدن مواد غذایی و لوازم معیشتی مردم، از طرف دیگه پرداخت نکردن حقوق کارگران و یا اخراج گروه از اونها و پیوستن اونها به خیل بیکاران در جامعه است.